همشو خوردم. توی این شهر اگه اسمی دارم باز خاطر پهلوونه. این خوری با پیچ ما نشو یه بره کارو تموم این حرفا سرم نمیشه. اگه منو دوست داری دست پهلوونه بزنی زمین، تو محل، زیر گذار، تو زورخونه سکه یه پولش کنی. لا اله الا الله، داری بد جوری میزنی دختر. ببینم چیتون وقتی پهلوون با تمام غرورش روی خمم پا گذاشت بد نبود. بگو ازش میترسی، بگو عرضه نداری رو درش وایسی. صوف به دل یخ میذاری؟ از کی میترسم؟ حرمت بزرگی شدارم. خط میکرو وقتی پیش من برمیگردی که گرده یه پهلوان خاکش کنی. باش. باش کشتی میگیرم. این کار به صنایت نیست. اگر پهلوان بخوری چی؟ همون با فنده های پهلوانو میدونم. خوش آمدی صفای قدم شما. یاد ندادی؟ هر پهلوانی یه فنی باز خودش نگر میداره. این کار درستی نیست معلومه. حرف زیادی نزن. من راهی جز این ندارم. باید این نقطه را عملی کنم. بچه های پهلوان رو گرو میگیرم تا حاضر بشه از من زمین بخوره. بچه ها رو کجا ببرم؟ ببرشون خونه اشرف تا بعد بهت بگم چی کار کنی. بجو. خیلی خواهم. Thank you.
دادی ریز آمو به تو سپردم. من نظام از تو نیست. ده واسه آقا رضای ما همیشه هست. ایو باش بختر به گروه از شیشی هست. سلام
مصر رفا فرمان نمیکنیم. یا بینا بشین ببینم. خب ماما این کی آوردیش اینجا؟ آغراز شیشی شما خودتونو ناراحت نکنین، جدیده، تازه وارده، من خودم قربونت میرم، چاکرتم، هر کی بهت نگاه تپ بکنه جیگرشو در میارم. خب سه خوارا کس خستگی دیگه آخش بگ به خواه بری دیونه شدی دختر این داری لخ تیکه ماهیه واسه رزاد میمونه. اگه دختر باشه پدر منو در میارن و بیچارم میکنن. خیالت راحت راحت باشه، مگه ما گاگیم؟ خلاصه همه چیز باس میزون باشه، سازن ضربم باشه، غذا و مشروم و فصل آبرومن. آخه ناسلامتی یعنی اینجا خونه خاله ما. البته مخلی اینجا باس گروه گروه باشه تو چشم. محمد اذیتش نکن ولش. سفارش نمی کنم ماما، تو باش کاری بکنی که دختره باورش بشه که تو راستی خاله مایی. مطمئن اگه اختر منم گربونه تو بنده باشی در زمه بر بچه هم به او که جل دختر بیادبی از خودشو نشون نبنا، یه روز دندون رو جگر بزن. کاری نکنن که ما مجبور بشیم دفعه دیگه که خواستیم ببینیم ایشون یه خربار را بریم تا برسیم به کرباس مرده. ما فقط همین از شما میخواه، چیز دیگه اونو میخواه. اینجا متعلق به خود تا آخرش گربونه هم چیز راحت بشه. بریم برای بچه راستی آدم را نوکرتم صفا تو خوش بریم بچه قدم بالا چش آخرز شیشی. سلام علیکم. جون آتقی دست خودم نبود، خیال کردم دیگه اوستا شدم. اومدم دست پای گابه رو ببندم، بیمعرفت دقیقه دلی هرچی سلخ سر من داره برد. چنون شاخو گذاشت تو پشتم که اگه تو پشت باز میذاش پیشاز گرگ میره. شانس آوردی و الان الانه باز حلوای شب هفته تو خورده باشی. سلام علیکم چاکرم. سلام علیکم. سلام آتقی، حالت چطوره پسرم؟ نوکرتم. چند روزی سری به قلونت نمیزنی؟ اختیار داری سروری پاله بود یا علی خدمت از ماست. پابوس حسرت منم بودم. بزرگی به فرمام و نهار روز خدمت دارم. باشیم بعد جلی زده اوستا. بله باشیم دیگه. خدا پیرت کنه، عاقبت به خیر دو جهان باشی پسرم. تو این چند روزه دل همه ی اهل محل برات خیلی تن شده بود. بلی قلوم همه تونه ما همیتا اسما بعد زد اوستا بعد زد. قلوم آقام علی برو به کارت برس بسرم برو. پیرت هم بیادت نره. ای به روی چشمم احساد زیا قم نبینه پسرم. زیا بیا اخ زیا سلام باشی ببینم. گوش کن، خودتو برسون درد کن، یه تیکه راسته ببر در خونه پر. آخه حالا با این که؟ برو جواب چشم اوستا، کلامت کرخم کرد، اصلا درد که یادم رم، اخ سالمه سالمه. گذار عاشق سینه چاکشم اما این سینه و سلیفات تو دهن دختره یه محل اسم آتیه ماشد دل خود زنش بشم یکی نخواد. اگه شوهرم بشه حاضرم خودم رو قربونش کن. اگه شوهر من بود عوض مهر نماز رو اسمش سجده میکردم. خدا یاری میشه باش. آقا رضا میگم که باز ببخشینا، شما اگه ناراحت نمیشی بفرمایین تو اون اتاق. آقا بر بچه ها از شما خجالت میکنم. قربون شما. بلند شدن خوش شده بلند شد یو نازش بودم. خب رفتی بگه مانین بناگوشو بردار از حبیب کنم نشکر اون مجرم 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 نشکر
نمی کنه از این دوره شما بخیر. آخ ما صورت همه ماش کنی اون بابا صورت همه ماش کنی همیشه هر موقع که درمونده می شده خدا رو صدا می کردم ولی مثل که اینقدر ازم بعدش اومده که جوابمو نمی ده مگه به درگاهش چه بدی کرده بودم من این مثل همه دخترهای دنیا عاشق شدم نمی دونم تو کدوم دین تو کدوم یا این دوست داشتن عاشق شدن گناه کبیر است که باید اینجوری کفارشو پس بدم هر دل دلی می کشیم هر زنبیل گولیم مثل اینکه شانسی اقبالی منو تو رو با بدبختی و سیاه روزی سرشتم منم از سهرون پا شدم و دنبال محمد اومدم شیراز حالا پاسوزش شدم زنده زنده آتیشم میزنم خود من نمیدونم چی کار کنم تو تمام تاریکی این زندگی یه روزنه کوچیک نمیبینم که بهش امیدی داشته باشه تو منو داری غم نخور من تو خودمم نجات میدم از اینجا فرار میکنیم میریم یه شهر دیگه و اونجا با هم زندگی میکنیم تن میکنم هر کاری بگی انجام میدم فقط از اینجا حلم نجاتم بده خیلی خوب همین امشب ترتیبشو میدم خیالت راحت باشه حالا بلنشو تو موقعش خبرت کنم بله، چه فرمایشی داره خانم؟ بینه، آقا رضا اینجا؟ بله به وقت در کارت داره چشم زود آه، کی بود؟ اختره، با آقا رضا کار داره چه؟ باز چی شده؟ بیام بیام سامانه سامانه کن، واسه شما اینجا اختر؟ اینجا میرا گفتم واسه شما اینجا واسه یه دست گلی که به آب دادی کدوم آب؟ کدوم گل؟ همون گلی که اسمش عشرت خانومه بنار بینم چی شده مگه؟ عشرت کنه گیتی رو گول زد و هر دوتاشو فرار کردن ای نازه فرارشون دادی؟ به موی آق رضا شیشی تقصیر من نیست باعثش عشرته خواه من بچه نیست آق رضا هر دوشون سفته دارم مبلغشم خیلی زیاده بله ببینم من اتانش نکن تو چشم بفرما زیر سنگم که برم پیداشون میکنم Thank you.
خوش گذر خوب بود جان خیلی آقا معذرت میخوام اینجا یه هتل خوب و ارزون کجاست؟ این آقا میدونن خانم والا فکر میکنم هتل کاخ نیست آقا خیلی ممنون خدا خدافظ خدا خدافظ یا امام زاده دیگه بعد این همه سال واجد منو بدون دیگه باعث در بداریم شد به حق جد در بداریم شد یا صاحب سخ لاخم از من رزم از تو چیکار کرده بودم که بسی هم سیاه بپوشم و عشق بیرزم و به الهی نابودش کنم که سی رضای منو دوزید بمیرم و زد مادر بسی دیگه مادر بلند شد یه امام زده حجت منو بده دیگه من طاقت ندارم امام زده رضامو بده مادر بس رضامو اللهم صل على محمد وعلى محمد دست در نکنم خدایی بزرگ اتمان نریز دام بر به قولی به نامه پیرت میدی مادر تعقیب قربونه چون بخواد ننه نامرد عالمه که بخواد دریخ کنه اگه دلت آب زمزم هم بخواد نوکرت وسط حاضر میکنه کسی فردا رو ندیده منم پیر آفتاب لبه بومم خودت میدونی که اگه نفسی دارم فقط واسه خاطر توه نوکرتم دلم میخواد آخر عمری منم به آرزون برسم دیگه سنگینی غم نمیتونم رو دوشم تحمل کنم قربون تو ننه برم جای فرشته هاست اینجا ننه بهشت خدام زیر پاته قربون اون پاهات برم 120 سال عمر با عزت تو حرم فاطمه زهرا اینا تعارف و دلخوش کنکه آدمیزاد تخم مرگه دنیایی که به حبیب خدا وفا نکرد به بنده هاش وفا میکنه میخوام یه جفت مقبول وسط دست پا کنم سال دیگه با عروسم به پابوس آقام امام رضا برم آره ننه خونه بیزم جهنمه زن هر چند که بد باشی بازم چراغ دل مرده ننه چل چراغ خونه دلمی میترسم آسمون هفتم به صدا در بیاد اگه رو حرفت نبکم اما ننه میترسم به همون آقایی که قفلشو گرفتم میترسم زبونم لار نعوذ بالله کنیز قلومت به ننه که مثل کلوم خدا واسم عزیز بی حرمتی بکنه اون وقته که به جلال اسمت زهرا جلوی حاضره سلام بفرست مادر از این حرفا گذشته فاطمه بگم دختر حاج حسن معمار رو با صد نشون میذارم در همسایه هم خیلی ازش تعریف میکنن میگن قالیباف خوبیه دستپختش هم روی دست نداره خجالت میدی ننه بیزه تو لاک خودمون باشی ننه دلم میخواد یه سفر ببرم پاووس سید شهدا پسر آقام علی بعدش هم نوکرتم هرچی بگی ها یه دونه نه نمیکن قربونت برم آقای کنون پسریه که رو حرف مادرش نبکه بریم که آفتاب لبه مونه ببخشینا ما خودمون هم اینجا زیادی هستیم خانم خوشم آمدید ببخشین آقا کبر مولا عروس کجاست؟ سر اون خیال
خیابون که رسیدین بپیچین دستشم تو کوچه است. ممنونم. امشب استخدام میشید. خیلی متشکرم. مرسی. دوستتون چه هنری داره خانم؟ من نه صدا دارم نه رقص بلدم. حیف زیبایی شماست که از اون استفاده نکنید. شما کافیه که فقط روی صحنه کافه راه برید. ضمناً میتونید در مواقع بیکاری از دوست خودتونم رقص یاد بگیرید. ما حقوق خیلی خوبی هم بهتون میدیم خانم. قبول کن اشرت، ما هر دومون باید کار کنیم. بله. باشه. سلام آج عزیز، قربون گشتی، دو سی سر سینه به ما بگی. به روی چشم آقا مرتضی. یه مرد با سر سینه چی کار دارم؟ ما باید یه چیزی بخوریم که باب گنجونمون باشه نه جوون. خواهی دستان بلا آقا خواهی سر به سر مردم نزار کار تو بکن. دارم هدایتش میکنم پیر مرد اوستا. بیا آقا مرتضی. قربون گشتی. مولا جلوت بده. بیشی جوون. به سلامت. به زحمت پنج سیر گوشت به استخون بدی. اینا طرف بعد گیری رفته بود تو نقه تو نبری باز چشم بعد لالا دشوار وقتی چشم به چشش افتاد گردم تیر کشید اون سایی نمیگن علامت عقش این شطوریه که داره دروازه همه باز بخوابه گفتم که بالاخره یه روز عقش گرفتارت میکنه و تو هم بول گرفتی مجنونی به تو میاد فقط دو کلاغ کم داری یه آهو کار تو بکن بسر دوستا یکی از بچه های محل امرو میگفتش سلامتی این دختره خیلی خوشگله تازه اومده تو کافه اما میگفتن قاسم چلوی و مهدی علاف خواستن که بره سر میزشون اون محل سگم بهشون نشته خوب به من چه خیلی خوشگله میاد میرخصه ببینش اون وقت حجید اگه خواستی سر میز پیادش میکنه میگن اسمش هم اشرته بره اکرام نظر شما برکس شرقی توسط ستاره هنرمند این کاره بانو پونه جلب میکنم این شما و این بانو پونه همون یکه گفتن اشرت هست روستا روستا
گشتو همونیه که میخواستی میگشتو این تن دیره دیگشتو بسم خاطر خواهی کسی میشم که به جای روشن روی تاریکی هم روی قدمش سلامتید. مگه دیگه برنامه نداری دختر؟ در به دری اون یکی واسه هفت پشتم بسته. دیگه نمیخوام پابنده کسی بشم. عشق رضا منو به این بدبختی و سلروزی انداخت. کافیه. واضح‌تر حرف بزن. چی شده؟ تو سالونه نمیدونی چی به من گذشت. شناختید؟ خدا کنه نشناخته باشه. حالا میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم. اگه اینجا بمونم و ازم دعوت کنه برم سر میزش به این دیگه نمیتونم نبگم. میرم خونه. پس سب کن منم بیام. Thank you.
مرد برای همیشه. نمیخوام کسی رو که دم ساعت توش دل هزار کس و ناکس خونه میکنه مال تقی باشه. این بده اسمان؟ نه اوسا از برادرون تو آسمون خوابم، ولی دلی که غم داشته باشه به چشش خواب راه نمیده. اما اینو بدون که دل بی غم دل خداست. حیف اوسام. ببین اسمال، خودت خوب میدونی که خواهیم مثل تقیی باست من عزیز ناکرتم. اما راستشو بگو، چند روز تقیی چیشه؟ والا ننه ما بی اطلاعاتیم، اما مردم یه چیزایی میگن. چی میگن؟ گرفتاریش چیه؟ خونه؟ نه گویا که عشق باشه. یعنی گرفتار عشق شدی؟ چه میزنه؟ خوبه، پس این حرف نمیزنه. عشق لالش کرده. اگر اینجور باشی من از خدا میخوام. ننه ننه اینا داره رو تنها پنگ کن، نمیخوام برم با تقیه کمی حرف بزن. واسه جاهلی مثل ما آف داره رخمه. اولش وقتی زنگ گرفتی یاد میگیری که جور به زنت کمک کن. این کار ما نیه، اگه زنگ گرفتی با تش اتوبوس رخصوره میخره. نه نه هست دیگه. عجب که از خواب بیدار شدی. خواب آفتاب زده مال شیطونه. چه وقت روز ننه؟ دارن از اون زور رو میگن. تو خروز خونه نکی خونه. صد دفعه صدات کردم حالیت نبود. خدچی بگونه و بیبی اشرف رو گفتم بیان اینجا تا دست جمعی بریم خونه حاج حسن معمار رو آن کار رو بکنیم. بالاخره چی؟ اینطوری که نمیشه. لا الله، لعنت خدا بر دل سیاه شیطون که صلات زوری رفته تو جلد ننه ما. آخه ننه عزیزم، نوکرتم، چاکرتم، سرورم، قربونتم، ما که حالیمون نشد. چرا ما تا لبا میکنیم شما فلفور قضیه عروسی و این حرفا رو میکشین جلو؟ بذاری چند روزه زندگی رو آزاد باشیم ننه. عقلت نمیرسه، وقتی زن تو خونت اومد دیگه یللی تللی تموم میشه. دیگه جرعتشو ندیده که تا بوغ سگ بری کلوخ اندازون. راستی بذار ببینم. تب داری ننه؟ بیفته به جون هرچی حسود و بخیله. انا وسط برگ بید دم میکنم. نه طوری نیست، مال بیخوابیه. چند روز تو این رو اون رو شدی؟ به ننه نمیگی چته؟ مگه حرفی تو دلته؟ بریز بیرون. کسی به بیحرمتی کرده، کار کاسب اید لنگه، دلت گرفتار شده، چته؟ چرا با مادر حرف نمیزنی؟ نوکرت هم که تو نخ نوکرتی. تاج سرم این راستی ننه، تو دیشب همش تو خواب حضری میگفتی، راجب دوتا چیه شرط میزدی؟ نکنه جادو تنبلت کردم، تلسم شدی. این حرفا کدومه؟ تلسم کیشیه؟ به این دور این حرفا رو ننه. بالاخره هر دلی یه غمی داره ننه. حالا دیگه رفته عوضش خیلی چیزایی دیگه به هم داده. بگو به منه پیر داغ دیدت، بگو کدوم دختر خوشبختیه که دلی تو برده؟ 20 سال آزگاره که تو فراغ رضا همه سیاه پوشیدم. میخوام آخر عمری رخت دومادی تو بپوشم. میخوام اسم رضا شیشی رو رو لبم بذارم. یعنی چه اینطوری بگیرم؟ یعنی که اولا سلام عرض می‌کنم خیلی
تو با ما می‌خواستم از حضور خواهش بکنم یا کاملا از خواهی می‌خواستم بگم این موها مال چیه؟ جناب پون مجه خواهر آسا ای شاخه باید چند بیت بریم دیگه بیت بریم با باشو ببخشین زیاد جون پوچ پوچ بود پوچ آفیت بسید زیگرم و زیلا داد حق بیا مرد دست ایران و کاکو آب پیشبند خوردیم قرمتی چای پسبند و برس مشتری دارید کجا؟ این بیزا خونه نسید شده تا چشم هست که فوزول کور شد دست من داشتیم آره که داشتیم تو نایده بودی بالاخره نگفتی تقیه کجاست و با سی و رفته بودم میشه اولا تقیه سو آتقیه دوباما فوزولی موقوف سوباما تار سننه کتابی هست بلاقا کتابی ها باشه یه متر یه ترکشم مال شما این شد یه حرفی کفن دوز بیفک و فامیل همچی که چشش به جمالی بیمثال آتقی میفته مثل بید مجنون دولار راست میشه اونگه نوکرتم چوکرتم قلومتم بخون و نفستا بشین بابا شیطونه یه باشم دیک و بوز و گل و جرن و سک و سیه و پک و پلو و چک و جلو و پر و باشه خورد خرسی رو بابا بس اسم آقا جمالت عشقه بابا چی رو بیشه ایه رو بابا جوره و تالا گل رو زکتر به کسی نگفتی فقط همون دفعه اول بود اونه شیشتی بود اما یکی اما یه ما یکی بودیم اونه شیشتا برای بلا فرزاد رو کنم باسته با هم رسید بلا لولا من یه مطول دار میگن تو حالا نگفتم هی میگه گفته و یعنی چه؟ کافه‌ایه تو کافه مولن روش کار میکنه بهش میگن اشرت شیرازی اشرت شیرازی جانم شیرازی همی تو به من داستن اشرت شیرازی هم که هست مولن روش هم که معلوم شد پس بریم سازم سرگی اونا چهار تو بودن من یکی نه من یکی بودم اونا چهار تا یک بزر بزنی شد جونمو که اون سرش نفیده مصطفی فرما بیری پاس بریده یه دل نبر که هزار دل خاطر خاطر یادش بخیر کی؟ من بس رو میگم خاطرش خبر نده روزی که خاطرمون میخواست 24 ساعته پشت در خونمون زازار آواز میخوند و های های عرق میخوند التماس کرد تو سرش زد اما در وامر شد که نشد خدایا چقدر بدبختم دوباره باید از دست اونا آواره بشم بخ بخ
گوری به جمالتون. گیست دارم که پریشون کردی. زنم باست معرفت داشته باشه. خب که زیر پای اشتر میشنی یا با هم فرار میکنی. آقا رضا دو در منتظره. یالا یالا آشی باست خوننی آقا اینقدر یاد دارم تو یکی بیاد یکی بیاد چی شد آتاقی؟ اینم آورش من ازش بیرون افکه گرفته افسلو ببینم چی بودش این یارو؟ کی ازاد میخواست؟ چی بگم؟ هیچ چیزی نبودم که تلخ کنی. اون یه آدم های خطرناکی هست، مخصوصا بهش بزرگشون. هرکیه واسه خودشه. واه، ما که شهر قانون نداره. برای ما همونیه که دیدی. برو برنامه تو. نه، نمیتونم. دوست داری که با ما بیه هوا کنی؟ آخه میترسم اگه منو با شما ببینم چرا به جو سرمو میبورم. آه، سعی یکی باشن تا مخلصون داریم باکه تو نباشه. بفرمایی بفرمایی کمسم تست جوی خواهد شد. بفرمایی بفرمایی اوستا احمد زن اوستا اوستا احمد زن اوستا برو بلا صرف میشه این جتوار برم. خوشگل چیزی نیست، فقط آدرس خونه اشرف رو میخوام. باید از مدیر بپرسی. دوست داری زنده بمونی یا نه؟ همین فردا جلوی خودت بیریختشون میکنم. چه یک کاری بکنی و یادم همه میکنم هر ستاش محشر میریزم بیرون. بلن میریز تو فقط برای آبرون که شدم اومدم تو این شهر. اون بیغیرت این آمردم لیک لیک و شده اومده دنبالم. از فردا خونم رو تو شیشه میکنم. بشکن چرخ کجرفتار فلک که شادی رو از مردم میکنه. روزی که دیدمه هیچ باور نمی کردم اینجوری به پرسه هم بخوری. پیش خودم گفتم شاید این دل منه که داره خون گرگه می کنه. اما این یکی رو دیگه کون خون ده بودم. بلاخره هر کسی پیشونی نویسی داره. صبر داشته باش حسن که دهنم نکسته اما خودش می بخشه. بی تربیت تو نمیری دختره را اینجور آتش کرد. اما من یادم رفت. یادم اومد اینجور آتش کرد. بهتون بگم آتش کرد. شما خیلی خوبی این پشت زندگی بسی شما یک کسی بگشت. پیشکش ما که هست. ببینم دلت میخواد برگردی پیش مادره؟ نه نمیدونم سر اون پیر زن که بلایی اومده. پس بس همین که میمونی؟ اگه تو بخوای میمونم. هرچند نمیخواستم مردی به زندگی من وارد بشی اما تو خیلی خوبی. ما گلوم شمایی. روزی که تو حرم دیدمت دیزنه وار عاشقت شدم. ببینم تو خیال میکنی من میتونم زنی باشم که قابل زندگی با مردی مثل تو باشی؟ خیلی دنبالت گشتم واسه این که خاطره تو خواستم. خاطره چشاتو ساعت که ماچم کردی اما هنوزم نگفتی دختره رو چجوری ماچ کرد. آها حالا یادم اومد دخترک و این که
اینطوره موچش کرد. ما هم یهو به رج غیرتمون برخورد، به یارو پسره گفتیم مگه تو خوار مادر نداری؟ پسره گفتش نه. گفتم پس چه دختر مردمو موچش کردی؟ گهوامو شد. میخوام که زنم بشی. نه، لازمش رو یه کافه ای رو به خونه ای ببری که صدای صلوات ازش بلند میشه. اون وقته که دیگه به جای برکت کفت نکبت به خونت سر و زیر میشه. عشق واسه یه مرد مثل یه آتیش میمونه که همه یه ناپاکی ها رو میسوزونه. شما خیلی آقایی، اما من اون زنی نیستم که بتونم خوشبختی رو به خونه شما بیارم. اگه قرار باشه هر که عوضی شد و از را بدرش کردن دنیا و خلایق ازش رو برگردونن، زمین و زمون کنف یکون میشه. جونم که تو باشی بعد یه بزن بزن و دعوای مفصل پسره به ما گفت اگه تو هم عرضه داری مون چشم بکن. ما هم حساب کردیم دیدیم خوار مادر تو نداره، تنور گرم و خمیرم آماده یه باغ، دیگه معطلش نکردیم. حالا نکس برو حالا چه 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 شهر. ها نفهمیدی اون سایه لقبات با یه مجلس افراق کن تو بابتون به یارو یاد داریم. یه نظر تو تقیی چجوری بود؟ تقیی یه پارچه آقاست. توی این مدت یکم حس کردم که همه مردای دنیا یه جور نیستن، خوب و بد همه جو پیدا میشه. نمیدونی خواهر آقا اسمال چقدر با نمک بود، اینقدر منو خندید که همه غمای دنیا رو فراموش کردم. بعد از چند سال یه شب اینم 350 تومنتون. دست شما درد نکنه آتایی، خیلی ازتون ممنون. خواهش میکنم قربون شما. خدا نگهدار. میبخشین که یه خود دیر شد. آتایی تو کسی چادر دخترم از سرش برداشتم. آتایی آبروی چندین سالم تو محل رفت، یه کاری بکن، دخترم داره از قاسم دق میکنه. آتی نوکرت که نمرده، هرکی بخواد قدرتشو به یه دختر بی پناه نشون بده و بی حرمتش کنه به کهده سادات زندش نمیذارم. برو آبجی، با یه نظر حلالی حرام نمیشه. برو بالاخره خودم گیرشون میارم و حسابشو میگیرم. میخوام یه چیزی بهت بگم. شنیده بودی که زن حامل گل میکنه؟ اما نه هر گلی رو، گوکولی مکولی. خب که ناچه مرحل بیمارا ترک میزنی باسته باس راست. آخه تو هم پیش ما قبض امونتی داری خوشگله، سودم بهش تعلق میگیره. 1035 تومن بگیرن چود که بنداشت. به خدا من گناهی ندارم. خلاصه اگه صندوق پولو بده که هیچی، اگه نده اون وقتی که آورد به اشاره بکنه ما هم سر جفت اجازه. مثل دسته گل. خب حالا میپردازیم به اصل مطلب. نکنه طرف جازبه. ما کم کم پولت میکنیم تا رضا رو گال نذاریم. خب چه پولی؟ من که از کسی پولی نگرفتم. پس باز با ما بیه شیراز. صد سیاه خودم رو میکشم اما شیراز نمیام.
واسه نرفتن زندون کاکا میگی و میای؟ آتیخی خودش پولیتون فردو بهتون میگه. ده پس ما منتظرش میشیم. ببین تقی، من که سینما حلال نمی کنم، ازت نمی گذارم، چشمم روشن. حالا کارت به جایی رسیده که میون این همه دختر که مثل دستی می کنه از بیشواری تو سرشو می زنن، می خواهی آخر عمری من همیشه یه رد پاسه بکنی؟ خدا بیامرز پدره توی این شهر واسه خودش آبرویی داشت، بیابرویی داشت. چه کنم ننه؟ اگه گرفتار شد از غیرتت کو که ازت راضی نیستم. حالا هر غلطی دلت میخواد بکن، کلات یه خوده بزر بالاتر. اصلا میدونی چیه؟ من که اینجا بمون نیستم، من از اینجا میرم، میرم همونجا که رضامو گم کردم، میرم بقیه عمرم همونجا میمونم. دست درد میکنه، میسفیدم کردی، میخوای آخر عمری با جسد سکوت همسفری هر جایی باشم؟ میرم بس میشنم و از امام زده میخوام که میره این دختره رو از دلت بیرون کنه. علی یارت در کوچکی حاضرم درویش. سرور کل سروران عالم پشت و پناهت پسرم. یا علی او چراغ دلت همیشه روشن. گر مولا یا حق. حق حق تو ناحق نکنه. سلام کن، سلام کن پیرشی. سلام علیکم استاد. سلام علیکم. سلام. چکرم یه سر برو خونه اشتاد، بگو منتظر من نباشی. آخه استاد میگم برو. چشم استاد، هرچی ما بگی استاد. چشم. اشرت خانم، اشرت خانم، گته کسی خانم نه؟ که؟ با اشرت چی کار داشتی جوان؟ چکرم پیغا ببر دل جورت عربابت هم مثل خودته. چیزم،
ببینم چه بوده؟ نه اون عربو به سلاخت بگو که اگه بخواد ریگ کف شما بشه ننشو سیاه پوش میکنم گمسا خیلی خواه تایب بش میگم اوستا بدبخت و غربت نشینم کردی چرا دست از سرم بر نمیداری؟ آزادی، 60,000 تومان من از اون سلاخه بگیر کار تمومه اگه بخوای عوضی بری جفتتونو میکشم فتای نالوتی خوشان اونا رفتن واخه چی میکن؟ حرف حسابشون چیه؟ بلند شو ببینم بذار به درد خودم بمیرم آتقی نفهمیدم اینا خیلی گنده تر از دهنشون لقمه برداشتن مگه ما اینجا علکی هستیم که حرفی سر پای بیاد به حله رو برسه به هم دختر حاج افسر معمار و تعمال اینا هیچی واسه چی تو رو عذاب میدن توف به اون قیلت نامردتون اگه مردونگی داشتم به یه زن زور نمیگفتم هیچ کاریشم نمیشه کرد آخه شهست زن لازم تا یه شرط من دارن آخه تا توی آتقی یه فکری بکن یه خدا آتقی سفته رو با کلاک از همون گرفتن استا بلغیتن سوامی بکن و اشرت رو نجاتش بده مام با ازت گیتی رو نجاتش میدی آره میخوام اشتات رو آزاد کنم آخه ایشه بهشون پیغون بدی فردا صفتها رو بیارم پولشون رو بگیرم آخه وجود اشتات بیشتر از اینا میارزه هرچی باشه اشتات یه بلاست آره اشتات و بلاست گیتی ما تلاست تو نمیری فکر نکنی من از اون ترسیدم من خواستم اشتات خانم رو اذیت نکنم و الا هر ستشون رو بیریخ میکردم کارتی میکردم تو نمیری آره دیگه شما شوخی خونه یاختم شیطان سلام علیکم آقا به 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 سلام چه عجب از این طرف ها چطور شده که مرد روزگار یاد پیر محل افتاده هر چه که باشین کوچیک شمایی زنده باشی پسرم زنده باشی آی احمد چند تا چایی بیار غرض از مزاحمت اینه که یه عرضی بفرما تقی مشغله زندگی همه چیز از دل مردم گرفته حاج آقا روزگار شما دوران دیگه ای بود بله یادش بخیر زمونای پیش چه روزگارایی با پدرت داشتیم اما امروز همه وقتمون به گرفتاری میگذره خب پسرم از دست قرونت چه کاری ساخته است؟ اختیار داری بزرگ این پدر فردا صبح احتیاج به 60,000 تومان پول دارم بفرمی اینم قواله خونه است یه ماه همه شو تقدیم میکنم چوبکاری نمی میکنی ها تغییر بگیر جونم چندرغاز که قابل شما رو نداره اگه سرم بخوای به دیده منت
پدر پهلوان ولی به گردن همه ما حق بزرگی داره. به روی چشم صبح اول وقت تشریف بیاری تقدیم میکنم حتما. اگه ما دو سه تا بزرگتر مثل شما نداشیم چی کار میکرد؟ اختیار داریم. این حرفا چیه؟ به سلامت علی نگهداره. چرا نمیتونی به درد خودم ببینم؟ آواره گربتم که کردی ریزه خوش ازم گرفتی، دیگه چی کار کنم؟ امتاره مرد نمیخواد واسه من ننه من قریبن جر بیاری. بکش بکش راحتم کن. نه باشه واسه بعد تکلیف 60,000 تومن چی میشه؟ تو که عاشق سینه چاک فت و فرابون دارو برکه بگو حسابتو تصفیه کنه. راست میگه. به سلاخ جونت بگو واسط مهیا میکنه، اگرم نداشته باشه جیبی چیزی میزنه. اوخ جون اصلا اوخ برخشین اشتباه شو. گوشت رو تحویل دادم اومدم. ساملک سلام. گوشت رو رایی کردم و اومدم. خیلی خوب. شلاخ چش برو خونه اشرت، بگو فردا پول حاضره، خودم واسه شون میارم. اگه اون هر رو میامون جواشن سیگاه کنم خب معلومه دیگه اوستا، بیریختشو میکنم بیریختشو میکنم. رفتم. اگه جوهت داری بیا جلو، اول نفس کش. امروز دیگه روز حسابه، پس کوشید چرا رفتیم تو اتاقایم شدی؟ مرد نمیم که نفس بکشم. بینم ضعیفه، کجایی نارهن تو پستو؟ پهلوان دیر رو بایی کنم بینم، قایم چی کردی؟ شما کوتا بیاین، پیش پای شما رفتن. افه شانس هفت که نایدمشون، مگر نه هست تشون نفهمی کنم تو نمیری. تو علکون تقیی کجاست؟ گره نکنه، گفت سوال کنم خبر دادین فردا صبح بیا پولشون رو بگیرن یا نه. بله خیلی هم متشکرم. شکر شما. بعد خواهم افا که نمیرین ها. بالاخره ما شکر آتقی هستیم و گولان شما. اگه کسی اینجا هست بگین تا بریختش بکنین، اگه هم نیستش ازاد بیاد. دل قافل نکنه تو دالون یخمونه بگیرم. امیدوارم که واسه هم به خیلی باشیم. بله حاجی آقا، میخوام دوتا گرفتار رو آفر. خدا واسهت خوش بخواه. دست هر و امراد بسلام. یاهو یا حق. من تو رو به خدا میبرم، بالاخره شانس خوبی نصیبه شد. تقیب واقعا آقاست، تو این دور زمانی که چشم به چشم نارو میزنه، این مرد به خاطر من خود تو عجل انداخت. خدا کنه قولش قول باشه. میاد سرشون رو گلی خوره باشه حتما. از این قضا چی شد؟ زود باش دیگه. خیلی خوب. عجب شب خوبیه. بفرمایی و از صفای قدمت خوش اومدی. گل بینم اشرا شب این سال وقت دلش نایمد از این چندر گاز بگذره. اون گول داری اگه به جای بارون از اسمون خنجر بباره 60,000 تومن رو میاره.
شاهد گفته یه خری پیدا شده که سوارید بده. اگه زنده باشه. اینه بدون من که نمردم یه قریبه بخرته. خب راست میگه دختر، مگه آقا رضا چیزی که خودتو وبال گردن یه سلاخ کردی؟ راست میگه آقا رضا، بیا تو تمام عمرت یه ثوابی بکن، بذار برم باهاش زندگی کنم. تو این دور زمانه ثواب به کسی نیامده، کی در حق من ثواب کرده؟ بیا برو بالا به سلامتی خودت. فدا نوش. اومدم را دارم پس گردنم زدم، خواستم بدونم پا پشت پام گذاشتن و با کلم زمین خوردم. آره اشرت، تا خواستم لبام را بکنم چنین تو دهنم زدن که تمام عمر خوراکم چرک و خون شد. آره بریز اشرت. بیرم باشم من گفت رضا اگه نکشی من کشنه، اما من نمردم و نمیمیرم. از این همه بنده خدا یکی پیدا نشد دست سرم بکش و بگه رضا چطوری؟ چی میخوام؟ کیو دوست داری؟ نه اشرت میخوام، خیلی خواسته تو میخوام، هر کس بخوام باز مال من بشی. میرم پولایی که تری میخواست رو ست بیاره. خدا رحمتش کنه. کشتی من برو کشتی آره قاتل قاتل اونو به بود. چرا اونو کشتی؟ چرا؟ معطلش نکن، رو برده بریم خونه آتقی ببینیم چی شده. چی زود باش بگیر بودو بودو. کجا رفتن اینا؟ اومدم عرق بخورم، گیلاس رو پیدا نکردم. گیلاس رو که پیدا کردم و خودم رو گم کردم. حالا مزه کی میده من؟ زمین. سلام، شما کجا؟ اینجا کجا؟ آتقی کجا؟ نمیدونم، دولت برای شما نمیده. عرضی بیاد اما نایمد. پس بگو چرا دل من شور و شهناز میزنه؟ میگفت که میخوام برم مادرم و از امامزاده بیارم. پس ما میریم اونجا. آره آره شما برین اونجا، من همینجا بامستم. آتقی که اومد اینجا ورش میدارم میارمش پیش شما. خب باشه بیبین بریم. سلام خوش اومده. رفتم. تو زنده ای؟ من نمردی بس بیده با ما نداری به 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 داشت منو میزنی، حالا هم میزنمت هم میکشمت هم مثل فانوس میچسبونمت به سینه کش Ah.
میدم. نه رفیق، من مستم. اگه درخواست بده هوش بیام، اون وقت مردمه با هم میجنگیم، باشه؟ آخه تو مردی؟ کلا کجاست؟ آت بسان. روز سوم زد و برد، اشرت و گیتی حتی خیلی رنگ در بودن. به تو هم میگن مرد؟ اگه مطمئن هستی بریم ازش سوال کنیم. آیا تقیی کجاست؟ سلام خانم. سلام. سلام مادر. اگه اشتباه نکرده باشم شما مادر آتقی هستی؟ مادر آتقی؟ من اصلا پسری به اسم آتقی ندارم. چرا؟ من خودم همینجا تو حرم شما رو با آتقی دیدم. حالا ولو به فرض که مادر تقیی باشم چی کار داری؟ ما باید اونو ببینیم، مسئله مهمیه، باید بهش بگیم. فهمیدم، تو همون زن کافه‌ای هستی که زندگی من و پسرم رو از هم پاشوندی، آبروی ما رو از بین بردی. پشت برو، از پیش من برو، از این مکان مقدس دور شو. مادر، من گناهی نکردم جز اینکه تو این دنیا یارو یاور نداشتم تا آبرومند بمونم. آبرو؟ برو که نفرین خدا و رسول خدا دنبالت باشه. پسر نازنینم و پیش مردم سکه یه پول کردی. مادر به خدا قسم که من گناهی ندارم. من میخوام کنیز شما باشم، میخوام زن پاک و منظمی باشم. دلم میخواد اجازه بدی پای تو ببوسم. بلنش از اینجا برو، دست به من نزن. بلنش برو. ای خدا، ای خدای بزرگ. شما این که بودن، دنبال شما رو گشتن، رفتن امام زده پیش مادر. خیلی خوب، را بیو. چه میگن خیلی مرده؟ خونش اینجا؟ اگه آقا تقیره میگیم بله، خونش هم اینجاست. فرمایش داشتیم؟ بله که داشتیم. خبرش کن؟ خونه نیست. بگو بیادش بیرون لختش کنی. آقا من دوست دارم سکسی ملاقاتش بکنی. آقا تقیر سنت از شما لخت بکنی. آفر آفر بچه اسمونش بدرخ آقا رزا. مام خزاده حق بسن، بگو تقیی کجا رفته؟ حق بسن رفته امام زده، به خدا رفته امام زده. مرض داری، میخواستی از اول بگی خوب؟ یه این تقیه من اومدی؟ آبروی من و پدرت رو به باد فنا دادی، بس نیست؟ مادر، از کی تا حالا خدمت به خلق آبرو ریزیه؟ اگه من زن بیپناهی رو پناه دادم و خواستم بهش زور نشه، تو باید منو سرزنش کنی؟ کدوم زن؟ اون زنی که زبون زده خاص و عامه؟ مادر، به خدا اون بیچاره گناهی نداره، اون به دست یه نامرد به این روز افتاده. حالا بگو ببینم مادر، اینجا نیومده؟ نه مادر، تو رو به این امامزاده ندیدیشون؟ یا مازم، چرا؟
من اونا رو از پیش خودم روندم، از اینجا رفتم. خیلی خوب باشه مادر، به احتمال میگم تو رو ببره خونه، من باید حتیلی شده اونا رو پیدا کنم. بله آقا، شما داره بزرگ باسته شما باید کنم. اسمان، اسمان، بله، زود ننه رو ببر خونه، من میرم شاید دخترها رو پیدا کنم، برو میدم. چشم رفتم. Yeah.
Come on, come on, come on.